استفاده از نقاط مشترک یکی از تفاوت‌های اساسی آیین‌های نوروزی کردها با ایرانیان جمع شدن دور هم در یک روز، مخصوصاً در روز اول نوروز هست، افروختن آتش و رقص و پایکوبی دور اون. کردهای هومه واشنگتن امکان افروختن آتش رو به دلیل قوانین اینجا ندارن، ولی دور هم جمع شدن و رقص و پایکوبی رو چرا؟ نوروز از تمام کردها، فارس‌ها، همه خلقای که نوروز رو قبول دارن مبارک. با امید سالی که اوجیجن کردستان کی آزاد، به امید اینکه سال آینده در آزادی و در کردستان جشن نوروزی بگیریم. پیش از شروع بخش اصلی آیین، نثرها و شعرهایی در وصف داستان اسطوره‌ای پیروزی کاوه بر ضحاک، شکست نیروی اهریمنی سرما و تاریکی در برابر گرما و روشنایی که روزی نو را پدید می آورد دکلمه می شود. میگویند نوروز به عنوان کهن‌ترین جشن به جا مانده از نیاکان، جشن رهایی از ظالمان محسوب می شود. به همین دلیل نوروز در میان کردها روز حمایت از آزادی هم هست. عید و به همه تبریک میگم. سالی پر از خوشی و تندرستی باشه. Happy Nowruz. جدا از جنبه‌های اسطوره‌ای، این رقص گروهی فرصت مناسبی است برای آشنایی دختران و پسران دم بخت. طبق سنت این دختر جوان است که باید پسر جوان مورد علاقه خود را برای رقص انتخاب کند. جالب این است تا زمانی که دختر هم بیرون نیامده، سنت نیست پسر از دست او خارج شود. تا کنون کردها در ترکیه نوروز رو در شرایط جنگ و درگیری برگزار می کردن، ولی امسال نوروز تحت تاثیر پیام صلح و آشتی برگزار شد. گلکس پاس ججنا نوروز لحمه کردا پیروز به هیویدارم ججنک جبو آشتی به جبو آزادی. عید نوروز رو به همه شاد باش میگم. من کرد غمشلو در سوریه هستم. امیدوارم امسال سال صلح و آزادی و پایان جنگ باشه. سال نو رو به همه ایرانیان تبریک میگم، علل خصوص کردای همه دنیا سال خوبی داشته باشن انشالله. نوروز و سال تازه را به کل ملت هایی که نوروز جشن میگیرن تبریک میگم. امیدوارم سال خوب و خوشی باشه واسه همه ملت ها، خصوصا ملت ایران. من رحیم رشیدی هستم، یکی از برگزار کنندگان این جشن نوروزی، و هدف ما جمع کردن کردها یا تمام اونهایی هستش که به نوروز و به تجدید سال اعتقاد دارن، و این خب یک مناسبتیه که در خارج از کشور و به ویژه در ایالات متحده آمریکا کمتر اتفاق میفته، و نوروز بر تمام کسانی، بر تمام ملیتهایی که به اون اعتقاد دارن و براشون سال نو میشه پیروز باد، و به امید این که سال پیش رو سال صلح، آشتی و پیروزی آزادی باشه. مسئله ای که اینجا کردهای هومه واشنگتن رو دور هم جمع کرده برای برگزاری آیین نوروزی تنها رقص و پایکوبی نیست. کردها به طور کلی بر این باورند که نوروز فلسفه فراتر از رقص و پایکوبی داره، و اون آغازی نو، تجدید عهد و پیمان و اتحاد برای آزادی و صلح است. برای همین بیشتر کسایی که ما اینجا باشون صحبت کردیم، آزادی و صلح رو در سال پیش رو برای همه مردم جهان آرزو کردند. علی جوانمردی، هومه واشنگتن، صدای آمریکا.